آخر خط خبرها. حمله ارتش اسرائیل به سوریه و شروع یک جنگ ویرانگر. محاصره کامل تایوان توسط ارتش بزرگ چین و احتمال حمله همه جانبه به تایوان. فرستادن 15,000 نیروی کمکی اوکراین به خط مقدم جنگ در باخمود. و تایوان جنگ را آغاز کرد. مشروع خبرها. حمله ارتش اسرائیل به سوریه و شروع یک جنگ ویرانگر. یک روز پس از تبادل آتش اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه و لبنان، از سمت بلندی‌های جولان در سوریه نیز 6 راکت به سمت اسرائیل شلیک شد و ارتش اسرائیل در پاسخ با هواپیماهای جنگنده، پهپاد و آتش توپخانه مناطقی از جنوب سوریه و حومه دمشق را هدف حمله قرار داد. این حمله ها در دو مرحله صورت گرفتند و 3 فروند از این راکت ها در خاک اسرائیل فرود آمد. یک راکت دیگر نیز در خاک اردن فرود آمد. در این حمله ها هیچ خسارت جانی و مالی به بار نیامد، اما آژیرهای خطر در مناطق جنوبی اسرائیل به صدا در آمدند و از ساکنان این منطقه خواسته شد به پناهگاه ها و مناطق امن بروند. پس از دور دوم حمله ها از سمت سوریه، ارتش اسرائیل از حمله توپخانه ای و پهپادی به مناطقی از جنوب سوریه که از آنها به سمت اسرائیل راکت پرتاب شده بود خبر داد. اندکی بعد ارتش اسرائیل از حمله هواپیماهای جنگنده این کشور به یک مجتمع نظامی و مواضع راداری و توپخانه ارتش سوریه در اطراف دمشق خبر داد. محاصره کامل تایوان توسط ارتش بزرگ چین و احتمال حمله همه جانبه به تایوان. به گزارش اسپوتنیک، شیعی پیش از این گفته بود که نیروهای مسلح چین تمرینات و گشتنی رسمی را در روزهای 8 تا 10 آوریل در دریا و حریم هوایی اطراف تایوان مطابق با برنامه آموزشی رزمی انجام خواهند داد. از سوی دیگر، وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که از نزدیک تمرینات ارتش چین را زیر نظر دارد. شیعی در بیانیه‌ای که در حساب رسمی فرماندهی رزمی منطقه شرق ارتش آزادی بخش خلق چین در شبکه‌های اجتماعی ویچت منتشر شد گفت: این یک هشدار جدی در برابر تبانی و دسیسه نیروهای جدایی طلب طرفدار استقلال تایوان با نیروهای خارجی و اقدامی ضروری برای حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی است. فرستادن 15,000 نیروی کمکی اوکراین به خط مقدم جنگ در باخمود. خبرنگار العربیه شنبه 19 فروردین از نبردهای سنگین در محور شمالی باخمود میان گروه نظامی واگنر و نیروهای ارتش اوکراین خبر داد. به گفته او، ارسال تدارکات نظامی برای تقویت پایداری نیروهای اوکراینی در غرب باخمود در جریان است و تخمین زده می شود که 15,000 سرباز اوکراینی در داخل باخمود حضور داشته باشند. از سوی، ستاد هماهنگی میان مراکز تحت اشغال روسیه در اوکراین اعلام کرد که کیف در حال بسترسازی برای اقدامی تحریک‌آمیز در استان سومی است که استفاده ارتش روسیه از سلاح‌های شیمیایی را شبیه سازی می کند. این ستاد اعلام کرد که مواد سمی به منطقه منتقل شده است تا کارشناسان غربی بتوانند استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط نیروهای روسی را ثبت کنند. و تایوان جنگ را آغاز کرد. به گزارش مونیبان از رویترز، ماینگ جو، رئیس جمهور سابق تایوان همچنین حمایت خود را از اجماع 1992 ابراز کرد. توافقنامه‌ای که در سال 1992 میلادی حاصل شد و تایوان و چین را بخشی از سرزمین چین واحد می‌داند. این در حالی است که تسای اینگون، رئیس جمهوری کنونی تایوان، از به رسمیت شناختن این توافق که در پکن بسیار گرامی و محبوب است، امتناع می‌کند. ماینگ جو نخستین رئیس جمهور سابق تایوان است که به چین سفر کرده است. از زمانی که دولت جمهوری چین در سال 1949 میلادی در جریان یک جنگ داخلی در مقابل کمونیست‌های تحت رهبری ماو زدونگ شکست خورد و به تایوان فرار کرد، هیچ یک از رهبران در حال خدمت این جزیره به چین سفر نکردند.